فصل جدید کار و حرارت رو شروع کردیم. یه بحث مقدماتی برای آشنایی با کار در ترمودینامیک با هم دیدیم و بعدش گفتیم میخوایم کار انجام گرفته در مرز متحرک یک سیستم تراکم پذیر ساده در یک تحول شبه تعادلی رو ببینیم. خب من یه لیست گرفتم، میخوان یه دور بخونیم ببینیم کسی هست کسی نیست. اینها شما این داشته لازم نداره ضبط کنید. بحث کار انجام گرفته در مرز متحرک یک سیستم تراکم پذیر ساده در یک تحول شبه تعادلی. ببینید کار به شکلهای مختلفی میتونه روی یه سیستم انجام بشه یا یه سیستم انجام بده رو محیط. مثلا اون کارهایی که حالا جلسه قبل بر معرفی کار گفتیم در از کار روی محور بود. اون محور که در از میچرخید مرز رو روی محور قطعش میدادیم یه نوع کار بود به نام کار روی محور. حالا میخوایم اینجا یه شکل دیگه ای حالا موضوع رو ببینیم و اون این که یک سیستم تراکم پذیر ساده رو در نظر میگیرم. پس یه سیستمی هست که به اصطلاح سیالش از جنس تراکم پذیر ساده هست و در داخل یه سیلندر و پیستون، اصلا خوبش بکشیم، یه دونه سیلندر و پیستون در نظر میگیریم. این پیستونه اونه، اینجا هم مثلا گاز ریختیم که همون سیستم تراکم پذیر ساده رو تشکیل بده. برای اینکه پیستون سر جا خودش وایسه یه مقدار وزن باید بذاریم روش. این وزنه ها رو گذاشتم روی اینجا، یه وزن کوچیکم این بالا گذاشتم، درسته؟ خب حالا میخوام یه تحول شبه تعادلی برای این به اصطلاح سیستم به وجود بیارم و کاری رو که سیستم داره انجام میده یا به عبارت دیگه کاری که داره مرز سیستم رو قطع میکنه حسابش کنم. برای این کار میام این وزن کوچولو رو از اون بالا ور میدارم و فرض کنیم که مثلا پیستونمون در این حالت بیاد اینجا، از این بشه پیستون، اینم بشه اون وزن زیادا که کوچیکشو برداشتیم. به عبارت دیگه به اندازه دل جا به جایی پیستون اتفاق افتاده. خب معلومه دیگه این گازمون با این کار منبسط شده، پیستون فرسد بالا، پس مرزمون متحرکه. چون که اون وزن کوچیک بوده یک تحول شبه تعادلی اتفاق افتاده طبق تعریفی که با هم داشتیم و میخوایم اون کار رو حساب کنیم. ضمناً کارمون هم بر علیه اون وزنه ها انجام شده دیگه، وزنه ها رو فرسادیم بالا یا سیستم فرساده بالا، در نتیجه کار بر علیه اون وزنه ها انجام شده. خب کارمون میشه نیرو ضرب در جا به جایی دیگه به همون شکلی که بلد بودیم. اگه اون کار رو چون که جا به جاییمون دیفرانسیلیه، تحولمون هم شبه تعادلیه، پس کارمون هم حالا یه کار دیفرانسیلی هستش. پس دلتا دبلیو اون کاری که انجام گرفته برابر میشه با نیرو ضرب در جا به جایی. خب نیرومون چقدره؟ میشه فشار سیستممون ضرب در سطح مقطع پیستون، درسته؟ پس میشه پی ضرب در آ، این میشه نیرومون
ضرب در جابجایی که هستش دی ال. قبوله؟ مشکلی که نداریم. آیا ضرب در دی ال میشه چی؟ میشه تغییر حجممون دیگه. پس دلتا دبلیو در اصل برابر میشه با پی دی وی که تغییر دیفرانسیلی حجممونه. خب حالا این کار به صورت دیفرانسیلی است. اگر بخوام کار کلی رو به دست بیارم باید از این انتگرال بگیرم. برای اینکه انتگرال بگیرم باید رابطه بین پی و وی رو داشته باشم تا بتونم انتگرال بگیرم دیگه، درسته؟ این رابطه بین پی و وی به هر شکلی میتونه باشه. میتونه یه گراف باشه مثلا، میتونه یه رابطه تحلیلی باشه که اون موقع میذاریم و انتگرالش رو میگیریم. ولی حالا اگر به صورت گرافش رو در نظر بگیرم، انتگرال پی دی وی اون وقت میشه چی؟ یه چیزی بگید چی میشه؟ خب پی دی وی، ولی چی میشه وقتی گرافش رو دارم؟ سطح زیر منحنی دیگه. سطح زیر منحنی پی وی میشه مقدار کار انجام شده. خب حالا فرض کنید یه رابطه بین پی و وی رو من اینجا داشته باشم و فرض کنید که حالا مثلا یه سیلندر و پیستون اینجا، اینم پیستونمون اینجا، اینم دسته پیستون و اینم سیستممون که مثلا گاز ریختیم توش. خب حالا من دستمو میذارم پشت این پیستون و یک تحول شبه تعادلی رو براش به وجود میارم، یعنی آروم آروم دستمو گذاشتم پشتش، آروم آروم هل میدم بیاد رو به جلو. اون آروم بودنه خیلی مهمه، چون که قرارم برای اینه که شبه تعادلی باشه. برای اینکه من بتونم پی و وی رو در هر لحظه تعریفش کنم، اگر تحولم شبه تعادلی نباشه و خواص بین راه دیگه نمیتونم تعریف کنم دیگه، و وقتی نتونم تعریف کنم نمیتونم براش گراف رسم کنم چون که نمیدونم چقدره که. پس اینجا این حرفی که داریم میزنیم تو عنوان مبحثمونم بود که در یک تحول شبه تعادلی یک بحث اساسی است تو این مبحثی که داریم میریم جلو. خب حالا فرض کنید که مثلا در حالت اول من اینجام، در حالت دوم مثلا حجممون میشه اینقدر، پیستونم اومده اینجا و مثلا میشه اینجا که با توجه به تراکمی که انجام دادیم فشار میره بالا، حجم کم میشه و مثلا اینجا نقطه دو میشه. و مسیری هم که طی میکنم برای اینکه از حالت یک بیام به حالت دو مثلا یه چنین نموداری است. قبوله؟ خب کار انجام گرفته در این حالت میشه سطح زیر منحنی. پس یک منحنی اینجا در نظر میگیرم و این سطح زیر منحنی هم میشه کار انجام گرفته. خب پس میتونم اینجا بنویسم دبلیوی که انجام گرفته که میشه انتگرال از حالت یک تا حالت دو دلتا دبلیو، درسته؟ برابر میشه با انتگرال از حالت یک تا حالت دو پی دی وی. و اون وقت میشه اگه اینجا رو آ اسمشو بذارم اینجا رو بی، میشه سطح یک آ بی دو یک، همون جایی که
آشور خورده. قبول؟ حالا یه نکته، البته اینجا کارمون روی سیستم انجام شده، درسته؟ برای که حجم کم شده، ما کار رو روی سیستم انجام دادیم، پس مثبته منفی؟ منفیه دیگه. گفتیم اگه سیستم رو محیط کار انجام بده مثبته، اگه روی سیستم کار انجام بدیم منفیه. حالا البته اگر انبساطی بود، مثلا حالت یکمون اینجا بود، من دستمو میذاشتم جلوش، آروم آروم اجازه میدادم منبسط بشه بیا تا اینجا برای اینکه تحول شبه تعادلی باشه، اون وقت سیستم بود که رو محیط کار انجام داده بود و اون وقت مثبت بود. قبول؟ خب حالا یه نکته دیگه و اون این که برای رفتن از حالت یک به حالت دو، اون یه مثال بود من اینجا زدم از این مسیر، میتونم با یه مسیر دیگه برم، مثلا اینجوری از یک برم به دو. اشکالی داره؟ رابطه بین پی و وی در طول مسیری که دارم میرم از یک برسم به دو، اون خط مشکیه باشه یا نه این خط قرمزه باشه. اول یارم فلششو بذاریم. درسته؟ خب حالا اگه از مسیرهای مختلف من برم، کار مقدارش فرق میکنه دیگه، همش میشه سطح زیر منحنی و میبینیم که بسته به اینکه از چه مسیری من برم مقدار کار عوض میشه. پس کار یک تابع مسیری است. تو ریاضی خوندین یادتون هست؟ یک تابعی است که علاوه بر حالات ابتدایی و انتهایی که یک و دو هست، به مسیر هم بستگی داره. به همین دلیل دیفرانسیلش غیر کامله و برای همین هم هست که از ابتدا من دارم دیفرانسیلش رو با دلتا نشون میدم که با دیفرانسیل کامل ها بتونم تفکیکش کنم. قبول؟ مگه تو ریاضی نخوندیم اینا رو؟ دیفرانسیل کامل فقط نقاط ابتدا و انتها رو بستگی داره، دیفرانسیل غیر کامل باشه به مسیر هم بستگی پیدا میکنه که الان کار اینجوریه. درسته؟ خب پس کار یک خاصیت سیستم نیست. خاصیت رو تعریفش کردیم، گفتیم خاصیت در اصل به حالت بستگی داره، ولی به چگونگی رسیدن به اون حالت یا به عبارت دیگه به مسیر بستگی نداره. درست شد؟ پس کار یک خاصیت سیستم نیست. خب حالا اگر من یک دیفرانسیل کاملی داشته باشم مثل دیوی یا دی ال، چون که اینها خاصیت سیستمند یا در از اون خاصیت انتگرال دیفرانسیل کامل و غیر کامل که الان سوال کردید همینه دیگه، انتگرالش میشه خاصیت در حالت دو منهای خاصیت در حالت یک. انتگرال دیوی میشه وی دو منهای وی یک، چون که وی خاصیت سیستمه، فقط به حالت بستگی داره. پس من میتونم حجم در حالت دو داشته باشم، حجم در حالت یک داشته باشم و انتگرالش هم میشه تفاضل این دوتا.
اما کار چون که خاصیت سیستم نیست نمیتونم ازش بگم که کار در حالت دوم منهای کار در حالت اول، چون که اولا که علاوه بر بستگی به حالت اول و دوم به مسیر هم بستگی داره و نهایتا خاصیت سیستم نیست که من بگم این مقدار در حالت دوم این مقدارش در حالت اول. قبول؟ به همین دلیل هست که برای کار نمی نویسم W2 منهای W1، بلکه می نویسم W1-2. یعنی کار انجام گرفته بین حالت یک و حالت دو. درست شد؟ پس هیچ وقت نمی نویسم W دومنهای W1، چون که خاصیت سیستم نیست و معنیش این نیست که در حالت دو مقدار داره، ولی میشه کار انجام گرفته بین حالت یک و دو. اگه بخوام کامل تر صحبت کنم بهتره مسیرش هم بگم. اگه این مسیر رو مثلا اسمشو بذارم آ، اینا اسمشو بذارم بی، اینا اسمشو بذارم سی، مثلا اینجا بگم W1-2 آ که از مسیر آ رفته، چون که مسیرهای مختلف میتونه مطرح باشه. البته چون که در مسائل حالا بیشتر یه مسیر رو داریم صحبت میکنیم، مگر اینکه حالا واقعا مسیرهای مختلفی موجود باشه، وقت یه W1-2 براش کافی میشه. اگه مسیرهای مختلف طرح نباشه W1-2 مثلا اونو حل میکنه دیگه، نیاز نیست حالا مسیرش هم براش نامگذاری کنیم، مگر اینکه حالا یه مثالی هست که با هم حل میکنیم اونجا مسیرهای مختلف هست، لازمه که به اصطلاح اون مسیرش هم تأکید بکنیم که برامون مشخص بشه. یه مثال حل بکنیم که هم مسیرهای مختلفه باش آشنا بشیم، هم محاسبه کار رو ببینیم به چه شکلی هست. تا اینجا مشکلی ندارن دوستان دیگه؟ مثلا من انتظار داشتم اون موقعی که این دلتا رو اینجا میذارم دلتا یکی اعتراض کنه، ولی شما بچه خوبی هستی هیچ کدوم اعتراض نمیکنی. خب چرا دارم دیفرانسیلش با دلتا نشون میدم الا با دی نشون میدم؟ هیچکی نگفت آقا چرا داری این کاری میکنی؟ جاش بود یکم بچه ها بیدارتر باشن. خب میگه یه دستگاه سیلندر و پیستون در نظر میگیریم. این دستگاه شامل یک سیستم هست، منظور همون گازمونه که داخل سیلندر و پیستون به عنوان سیستم داریم نگاهش میکنیم. یه مقدار وزنم روش گذاشتیم به طوری که فشارش در حالت اول هستش 200 کیلوپاسکال و حجممون هم هستش 1/10 متر مکعب. نه ببخشید، حجم اولمون هست 400 متر مکعب. خب ببینید، پس یه سیلندر پیستون داریم توش گاز ریختیم به عنوان سیستم، رو پیستون اینقدر وزن گذاشتیم تا فشارمون در حالت اول 200 کیلوپاسکاله، حجممون هم هست 400 متر مکعب. ما برای این سیستم 4 تحول مختلف به وجود میاریم با آ و بی و سی دی، در اصل دی نشونش میدیم و
هر چهار تا تحول حالت یکشون همینه. از حالت یک اینجا شروع میشه، حالا این چهار تا تحول برش به وجود میاد و در هر چهار تاش هم میخوایم کار حساب کنیم، یعنی میگیم مقدار کار انجام گرفته چی هست. تو تحول اول که آ اسمشو میذاریم، یه شمع این زیر روشن میکنیم، به سیستممون حرارت میدیم، چه اتفاقی میفته؟ حجم گاز میخواد زیاد چه بره بالا دیگه، درسته؟ پیستونه که جلوشه نگرفتیم، اون وزنه ها فقط هستن. پس پیستون میخواد بره بالا و به وزنه ها هم دستی نزدیم، پس پیستون آروم آروم میره بالا تا حجم حالت ثانویه وی دو بشه یک دهم متر مکعب، یه دهم حالت دومش بود. میخوایم ببینیم چه مقدار کار انجام گرفته. تأکید میکنیم که حرارت رو به آرامی میدیم که تحول شبه تعادلی باشه دیگه. جا؟ بله، تحول اون فشار ثابت میشه. ولی قبل از اینکه حالا بریم سراغ این موضوع، یادمون تأکید کنیم که دو مرتبه یه تأکیدی داشتیم که اینجا تحولمون باید حتما شبه تعادلی باشه. پس برای این رابطه‌ای که داریم اینجا به دست آوردیم PDV، حتما تحولمون شبه تعادلی باید باشه، وگرنه از این رابطه نمیتونیم کار حساب کنیم، چون که اصلا رابطه بین پی و وی اون وقت وجود نداره اگر شبه تعادلی نباشه. جانه خب دیفرانسیلیه دیگه اون موقع، اون اگر بخوام در نظر بگیرم یه دی پی پیدا میکنم یه دی ال و حاصل ضرب دوتاشون دوتا دیفرانسیلیه در مقابل یک صرف نظر میکنم، درسته؟ مثلا اونجا خوبه که بنویسیم پی به علاوه دی پی، قرارت دی پی مو منفی ها، چون اینجا فشار کم میشه، پی به علاوه دی پی ضرب در آ ضرب در دی ال، اون وقت وقتی ضرب بکنیم این میمونه اون یکی در مقابل این قابل صرف نظر میشه. جانه چی مکعبه؟ بله بله بله. خب حالا همطور که گفتن، چون که ما به وزنه ها دست نمیزنیم، پس فشار داخل سیستم ما ثابته، به آرومی هم داریم حرارت میدیم، پس تحولمون شبه تعادلیه. پس W12 حالا از مسیر آمون اینجا بنویسیم میشه انتگرال از حالت یک به حالت دو پی دی وی، چون که پی ثابته از انتگرال میاد بیرون، میشه پی در وی دو منهای وی یک و برابر میشه با 200 کیلو پاسکال در یک دهم منهای 400 که میشه 120، ببخشید 12، درسته دیگه 12 کیلو جول میشه فشارمون کیلو پاسکاله، در نتیجه کار انجام گرفتم میشه به صورت کیلو جول. قبول؟ سوال دوم میگه همون سیستما با همون حالت اولش در نظر میگیریم، بازم یه شمع زیرش روشن میکنیم بهش حرارت میدیم، اما ضمن حرارت دادن چنان از وزنه ها ور میداریم که حاصل ضرب پیوی ثابت باشه. یعنی ضمن این که ما داریم حرارت میدیم، از اون وزنه ها هم به صورت ریزه و بر میداریم ازش،
برای اینکه تحول مشابه تعادلی باشه وزنه هم باید ریز باشه دیگه. برمیدارم به گونه ای که حاصل ضرب پی در وی برابر به ثابت میشه که برابر پی یک وی یک و پی دو وی دو هم هست. اینقدر این کار انجام میدیم تا وی دو بشه همون یک دهم متر مکعب. مطلوب است کار انجام گرفته توسط سیستم. ضمناً کارمون هم مثبت باید در بیاد چون که سیستم داره انجام میده و مثبت هم هست و مشکلی نداریم. خب دو مرتبه با فرض اینکه حرارت به آرامی دادیم، از وزنه ها هم ریزن و به طور آروم برداشتیم به گونه ای که حاصل ضرب پی وی ثابت باشه، پس رابطه بین پی و وی دارم و انتگرال پی دی وی هم کارا به میده چون که تحولمون شبه تعادلیه. پس میگم دبلیو یک دو این بار از مسیر بی میشه انتگرال از حالت یک تا حالت دو پی دی وی. اما میتونم از رابطه بالایی حساب کنم که پی برابر است با ثابت تقسیم بر وی. درسته؟ حالا میتونم اینجا جایگزین کنم بگم برابر میشه با انتگرال از حالت یک تا حالت دو ثابت ضرب در دی وی روی وی، که ثابتمون همون پی یک وی یکه و البته پی دو وی دو. پس برابر میشه با پی یک وی یک انتگرال از حالت یک تا حالت دو دی وی روی وی. خب انتگرال دی وی روی وی هم که میشه ال ان وی، حدود انتگرال که بذارم وی دو و وی یکو میشه ال ان وی دو روی وی یک. درسته؟ تفاضلشون میشه که لوگاریتمش میشه وی دو روی وی یک. پس برابر میشه با پی یک وی یک ال ان وی دو روی وی یک. خب همشو دارم. دبلیو یک دو از مسیر بیمون میشه پی یک 200 کیلوپاسکاله، وی یک که هستش 400 متر مکعب، ال ان وی دو که هست 0.1 متر مکعب تقسیم بر وی یک که هستش 400 متر مکعب. و دوستان اگه اینو حسابش کنن میشه 7.33 کیلو جول. البته حالا چی که میخوام دیاگرام پی وی هم روش رسم کنم و یکم با هم صحبت کنیم، بعد نیست وی دور هم حسابش کنم که از رابطه پی یک وی یک مساویست با پی دو وی دو با توجه به رابطه کلیمون، ببخشید وی دو رو که داریم پی دو رو در اساس حساب کنم. پی دو برابر میشه با پی یک وی یک تقسیم بر وی دو که میشه 200 ضرب در 400 تقسیم بر 0.1 که اینم میشه 80 کیلوپاسکال. سوال سوم، باز دو مرتبه سیستممون حالت اولش همون پی یک هست 200 کیلوپاسکال و 400 متر مکعب هم حجمشه.
حرارت بهش میدیم و چنان از وزنه ها هم بر میداریم به گونه ای که رابطه پی وی به توان 1.3 مساویس با ثابت، این رابطه رو براش به وجود میاریم. و باز اینقدر حرارت میدیم که وی دومون بشه 1/10 متر مکعب. خب دو مرتبه فرضمون بر اینه که مواجه با یک تحول شبه تعادلی هستیم، حرارت به آرامی میدیم، وزنه ها رو هم به آرامی ور میداریم به گونه ای که این رابطه پی وی به توان 1.3 براش معتبر هست. منتها مسئله اونه در یه حالت کلی پی وی به توان ان مساوی با ثابت حل میکنیم، بعد ان و 1.3 توش قرار میدیم و حسابش میکنیم. یه رابطه کلی هم به دردمون میخوره بعدا. خب پس اینو فرض میکنم پی وی به توان ان مساویس با ثابت برش حاکم باشه. که طبیعتا برابر با پی یک وی یک به توان ان هم هست، پی دو وی دو به توان ان هم هست. خب دو مرتبه W1 دو از مسیر سی مون این بار دو مرتبه میشه انتگرال از حالت 1 تا حالت 2 پی دی وی. و از اینجا دارم که پی برابر است با ثابت تقسیم بر وی به توان ان. از اینجا پس اینجا می نویسم مساویس با انتگرال از حالت 1 تا حالت 2 ثابت ضرب در دی وی روی وی به توان ان. ثابت که خب ثابتی از انتگرال میاد بیرون، فعلا ثابت نگرش میداره. انتگرال دی وی روی وی به توان ان. خب اینم برابر میشه با ثابت. خب انتگرال وی به توان منهای ان در اصل دیگه، پس برابر میشه با وی به توان منهای ان به علاوه 1 تقسیم بر منهای ان به علاوه 1 با حدود انتگرال 1 و 2. خب اینو میتونم بنویسم ثابت تقسیم بر 1 منهای n حالا ضرب در v2 به توان 1 منهای n منهای v1 به توان 1 منهای n. قبوله؟ درسته؟ خب حالا در اصل من ثابت رو باید بیام در داخل این پرانتز ضرب کنم 1 1 و بعد سالش کنم، ولی این ثابتمون رو هم میتونم پی 1 وی 1 به توان ان در نظر بگیرم، هم پی 2 وی 2 به توان ان، هر دوتاشون یکسانه دیگه. خب
حالا موقعی که میخوام در وی دو ضربش کنم، پی دو وی دو به توان ان در نظر میگیرم. وقتی میخوام در وی یک ضرب کنم، پی یک وی یک به توان ان در نظر میگیرم، که توانها رو جمع کنم ان حذف بشه. پس برابر میشه اینجا ادامه بدم، W یک دو از مسیر C برابر میشه با پی دو وی دو به توان ان در وی دو به توان یک منهای ان، منهای پی یک وی یک به توان ان ضرب در وی یک به توان یک منهای ان، همش تقسیم بر یک منهای ان. و خب توان رو که با هم جمع کنم ان حذف میشه و میشه پی دو وی دو منهای پی یک وی یک تقسیم بر یک منهای ان. خب حالا باز از این تساوی پی یکو دارم، وی یکو دارم، وی دورم دارم، پس میتونم پی دو رو حساب کنم، اون وقت همه چی اینجا دارم جایگزین میکنم دیگه. حالا اینه برابر با همون یک و سه دهم قرارش میدیم. پی دومون از این رابطه میشه پی یک ضرب در وی یک تقسیم بر وی دو، درسته؟ به توان ان، یعنی 200 کیلوپاسکال ضرب در 400 اوم تقسیم بر 1 دهم به توان 1.3، که اینا حساب کنیم میشه 60.77 کیلوپاسکال. حالا میام اینجا قرار میدم، پی دومون شده 60.77 ضرب در وی دومون که بودش 0.1 متر مکعب، منهای پی دو که پی یک که 200 کیلوپاسکال، وی یک هم 400 متر مکعب، تقسیم بر یک منهای 1.3 و این برابره با 6.41 کیلوپاسکال میشه، کیلو ژول ببخشید. و اما تحول چهارم، میگه باز دو مرتبه همون سیستم اولیه رو در نظر میگیریم، حجممون هست 400 متر مکعب، فشار هست 200 کیلوپاسکال، ولی این بار دو تا پین میزنم تو پیستون که دیگه نتونه تکون بخوره. بعد فرض میکنیم سیستم حرارت از دست بده، اینجا شمع که خاموش کردیم یه چی سعی میکنیم حرارت هم ازش بگیریم، تا فشار سیستممون بشه 100 کیلوپاسکال. مطلوب از کار انجام گرفته توسط سیستم. چقدر میشه؟ صفر میشه دیگه، چون تغییر حجم نداری سیستم همون دیگه، پین قطب زدیم دیگه تغییر حجم نداره. فرضم بکنیم که حرارت به آرامی گرفته باشیم، ولی به هر صورت W یک دوه دی که برابر میشه انتگرال از حالت یک تا حالت دو پی دی وی، دی وی مون صفره، تغییر حجم نداریم، در نتیجه کارمون برابر با صفر میشه.
انتگرال پی دی وی، چون فرض میکنیم حرارت به آرامی ازش گرفتیم، ولی حجممون ثابته، حجم تغییر نکرده، درسته؟ چون دوتا پین زدم توش دیگه. حالا انتگرال پی دی وی که در نظر بگیرم، دی وی برابر با صفره، انتگرال صفر به اصطلاح مقدار کاری که داره انجام میگیره برابر با صفر میشه. نه دیگه گفتم پین دارم میزنیم بهش دیگه، دوتا پین میزنم قفلش میکنم، اجازه نمیدم حرکت بکنه. بله اگه پیستون بتونه حرکت کنه، فشارشو کاهش بدیم در اصل، یا بگه حرارت ازش بگیریم و حجمش هم میشه، فشارش که ما وزنه ها ثابت دوره، اگه وزنه ها رو دست نزنیم فشارش ثابت میشه و حجمش کم میشه. اون موقع برصد کاری که کردیم اینجا، حالا دو تا پین زدیم که دیگه فشارمون مستقل از وزنه ها شده و پیستونمون ثابت شده. اگه بیام دیاگرام پی وی رو برای هر کدوم از این چهار تا تحول رسم کنم، حالت اولمون فشارمون بوده 200 کیلو پاسکال، حجممون بوده 400 متر مکعب. اینجا حالت دومونه که هستش 1/10 متر مکعب. اون وقت تو تحول اول، حالت اولمون اینجا بوده، حالت دوممون یک تحول فشار ثابت بود. تو قسمت اول فشارمون ثابت بود دیگه و وزنه ها دست نزدیم، فقط حرارت دادیم. در نتیجه اینجا میشه دو ای. حالت دوم از مسیر آ. سطح زیر منحنیمون هم میشه 600 ضرب در 200 که میشه همون 12. مسیر دوممون باز حجممون 1/10 متر مکعب بود، ولی فشارمون رسید به 80 کیلو پاسکال. اینجا حسابش کردیم، پس 200 که اونجا باشه، مثلا 100 اینجا، اینجا مثلا 80، اینجا حالت 2B و نمودارمون هم پی وی ثابت بود. حالا مثلا یه همچه خطی، سطح زیر منحنیش هم همون 7.33 نهایت هم میشه دیگه، انجاده منحنیه دیگه. مسیر سوم فشارمون شد 60.77 کیلو پاسکال، حجممون هم همون 1/10 متر مکعب. حالا مثلا اینجا 80 رو بگیریم، اینجا مثلا 60، اینجا 2C هست، اینجا گفتیم 80 میشه. حالا اینجا رو من بیام 60 ممیز چقدر گفتیم؟ 77. حالا و نمودارمونم پی وی به توان 1.3 ثابته، چون مثلا حالا شلوغ شد همش آبی رو زدید مشکی بکشن. این هم میشه مسیر یک سیمون، مثلا یه چنین نمودار قیافش بالاخره پی وی به توان 1.3 ثابت. و مسیر دیمون گفتیم حجم رو ثابت کردیم، فشار رو بردیم 100 کیلو پاسکال. اینجا رو اگر 100 بگیرم، نقطمون اومده اینجا 2D، حجم ثابته همون 400 متر مکعبه، فشارمون از 200 کیلو پاسکال اومده 100 کیلو پاسکال.
یعنی در از مسیرمون این خط هست. چه سطح زیرمون هریش چقدر میشه؟ صفر میشه. خب ما یه دونه کار رو الان بالاخره کار رو محوره که با هم صحبت شد جلسه گذشته کردیم، حالا بازم روش یکم برمیگردیم. کار انجام گرفته در مرز متحرک یک سیستم تراکم پذیر ساده در یک تحول شبه تعادلی هم که وسط انتگرال پی دی وی الان با هم دیدیم. حالا اگر کار مثلا انجام گرفته برای کشیدن یه دونه کابل رو در نظر بگیریم که جلسه قبل هم صحبت کردیم. خب دلتا دبلیو کشیدن کابلمون میشه نیرو ضرب در جا به جایی که نیرومون افیس که داریم باش کابل رو میکشیم، جا به جاییمون هم طول کابله که داره افزایش پیدا میکنه. پس دلتا دبلیومون در این حالت برابر میشه با منهای اف دی ال که ال طول کابله که داره افزایش پیدا میکنه و اف هم نیروی هست که داریم باش میکشیم. چرا من یه منها برش گذاشتم؟ چه کارو دارم رو سیستم انجام میدم و دیلمون مثبته. درسته؟ برای همین یه منها میذاریم روش که اون بحثمون رعایت بشه. و کار انجام گرفته این که دیفرانسیلیش باشه دبلیو یک دو میشه منهای انتگرال از حالت یک تا حالت دو افته یه مثال دیگر رو اگه در نظر بگیریم، مثلا فرض کنید یک چارچوب این شکلی من داشته باشم که یه ضلعش یه حالت حلقه روی این ضلع افتاده باشه و من بتونم اینو روی این ضلع جا به جاش کنم. بعد بیام یه فیلم مایع در داخل این چارچوب بندازم، مثل هم کف صابون که میگی، یه همون حالت فیلم مایع اینجا درست کنم و بعد بخوام اینو بکشمش به این سمت، مقدار کاری که باید انجام بدم در اصل میشه کشش سطحی که این به اصطلاح فیلم مایعمون داره ضرب در مقدار سطحش که داره افزایش پیدا میکنه. یعنی دلتا دبلیومون در این حالت برابر میشه دو مرتبه منهای اف کوچیک که کشش سطحی هست ضرب در دعا تغییر سطح فیلممون و کار انجام گرفته نهایتا میشه منهای انتگرال از حالت یک تا حالت تو اف دعا. بذارید دفعه‌مون اینجوری بنویسیم که با اون کوچیک اشتباه نشه. جا ببینید، من فرض کنید یه چارچوبه این شکلی داشته باشم که زلش رو بتونم حرکت بدم،
بعد بیام یه فیلم مایه بندازم در داخل این چارچوب، قبول؟ مثل کف صابون که بندازیم توش. حالا بعد من اون زلت که متحرکه رو شروع کنم به کشیدن، خب دارم رو فیلم مایه کار انجام میدم دیگه. خب این کار چقدر میشه؟ میشه کشش سطحی که داریم ضرب در تغییر سطحی که داره این فیلم مایه امون میده، قبول؟ خب مثل حبابه، آره، ولی اینجا مسطحش دارم در نظر میگیرم، قبول؟ که وقت بندازم چارچوب مسطح میشه عملا. حالا البته 100% هم مسطح نمیشه چون که کشش سطحی با اصلا نه نمیشه نهایتا، ولی حالا به هر صورت در داخل این چارچوبه و من باید دارم سطحش رو زیاد میکنم. حالا در جمع میخوام یه نتیجه بگیرم، حالا دنبال این نیستیم که کار فیلم مایه رو حساب کنیم، ولی میخوام بگم تو این نوع کارها که داریم میگیم انتگرال در اصل یک خاصیت متمرکزه در تغییر یک خاصیت گسترده. پی دی وی هم در نظر بگیریم، چه اون نیروی کابلمون، چه نیروی کشش سطحیمون و چه فشارمون، اینا به مقدار جرم بستگی ندارن، پس خاصیت متمرکزن. ولی حجم و طول و سطحمون در اینجا که گفتیم، اینا همشون به مقدار جرم بستگی دارن، پس یک خاصیت گسترده هستن و در اصل کارمون میشه انتگرال یک خاصیت متمرکز در تغییر یک خاصیت گسترده از سیستممون. خب حالا یه دوتا سوال کوچولو برای اینکه خوب این کار برامون جا بیفته که چه معنی داره میده، برامون یکی دوتا سوال امروز میکنیم و جوابشو با هم میدیم، بعد حالا احتمالاً البته یه فرصت چجوری باشه میریم سراغ حرارت یا گرما که حالا یا امروز میشه جلسه آینده. خب ما انواع دیگر کار رو داریم که مرز سیستم رو قطع میکنند ولی شبه تعادلی نیستن، مثل هم کار بر روی محور، کاری که رو محور میگیریم مثلا هیچ ربطی به شبه تعادلی بودن نداره، ولی به هر صورت کاریست که داریم مرز سیستم رو قطع میکنه و نهایتا ما از سیستم رو میگیریم، حالا یا میدیم بس این که کار رو چجوری انجام بدیم. حالا یه مثال دیگه، فرض کنید من یه ظرف داشته باشم که این ظرف رو توسط یک دیافراگم به دو قسمت تقسیمش کنم. این ظرفمونه، یه دیافراگم گذاشتم اینجا به دو قسمت تقسیم شده. خب حالا فرض کنید در سمت چپ گاز ریخته باشم و سمت راست خلع باشه. خب حالا فرض کنید به یه وسیله ای من دیافراگم از بینش ببرم، صرف نظر از کاری که برای از بین بردن دیافراگم لازمه، اونا میخوام بذارم کنار، به اون کاری نشته باشه، آیا کاری انجام میگیره؟ آفرین. ما باید سیستم اول تعیین تکلیف کنیم مرز سیستم کجاست، قبول؟ مرز سیستم باید تعیین کنیم که کجاست و بعد بگیم آیا کاری مرز سیستم رو قطع میکنه یا نه، درست شد؟ کار یک پدیده مرزی بود، گفتیم ما لب مرز باید مشاهدهش بکنیم، پس اول مرز رو تعیین بکنیم.
خب حالا چه جوری بگیریم؟ فرض کنیم سیستم رو بگیریم کل ظرف اول، اصلا این کل ظرف رو من میگیرم یه سیستم، این حالت اول. شما کار میبینین یا نمیبینین؟ هیچی، مرز سیستم رو قطع نمیکنه دیگه. وقتی من دیافراگما بازش کنم گاز میاد همه ظرف رو پر میکنه، ولی هیچ چیزی مرز سیستم رو قطع نمیکنه. پس ما کاری در این صورت مشاهده نمیکنیم. حالا میام سیستم رو میگیرم فقط خود گاز، خط قرمز مرز سیستمه، دیافراگم از بین میبرم، چه اتفاقی میفته؟ گاز همه ی ظرف میاد پر میکنه، پس مرز سیستممون متحرک میشه در این حالت. قبول؟ خب حالا شما کار میگیرین یا نه؟ کار داریم یا بیکاری؟ خب نه، کاملا بیکاری. حالا چرا؟ اولا انتگرال پی دی وی از یک تحول شبه تعادلی گشتیم به اصطلاح، برای یک تحول شبه تعادلی میشه استفاده کرد. من دیافراگم که بهم ببرم که بلافاصله گاز میاد همه جا رو پر میکنه، پس اصلا تحولمون شبه تعادلی نیست که بخوام برم بگم تغییر حجم دارم و میرم سراغ انتگرال پی دی وی. پس به هر صورت سراغ اون رابطه من نمیتونم برم. و ثانیاً وقتی که داره حجم گازمون زیاد میشه، باید کار رو بر علیه یه چیزی انجام بده، یک نیروی مقاومی باید باشه تا کار بر ضد اون انجام بشه. ما تو این مثالامو که زدیم گفتیم این وزنه ها هست و کار ضد وزنه ها داره انجام میشه. اینجا که چیز مقاومی در مقابل گاز نیست، خلأه، درسته؟ چون که خلأه، این گاز هیچ مقاومتی در مقابلش نیست که بخواد منبسط بشه، پس کاری هم انجام نمیده. خب حالا اگر نه، حالا چرا گاز دیگه؟ اگر من اینجا ور میداشتم یه دونه پیستون میذاشتم، دستم رو میذاشتم جلو پیستونه و آروم آروم اجازه میدادم منبسط بشه. یا حالا همطور که شما میگید اگر گاز دیگری بود، ولی من تا خب بالاخره این فشار ها باید یک جوری باشه که بتونیم تحوله، حالا یا نه لزومن میخوتون از شبه تعادلی اصلا نباشه، ولی فشار گاز که هست در مقابل فشار اون گاز داره کار انجام میده. ولی حالا اون میشد حالا یه کاری که حالا شبه تعادلی نبود، ولی به هر صورت فشار گاز در اون حالت بودش و بر ضد اون فشار دار کار انجام میشد. ولی خب حالا اگر من یه پیستون هم اینجا داشته باشم و دستمو بذارم جلو پیستون و آروم آروم بذارم منبسط بشه، کار رو بر علیه دست من انجام میدم و اون وقت سیستمم میگه داره کار انجام میده. خب این یه سوال. حالا یه سوال دیگه، فرض کنیم که دو مرتبه من یه ظرف داشته باشم، توش گاز ریختم به عنوان سیستم، بعد یه دونه محور از دیواره ظرف عبور دادم، این طرف یه دونه فن قرار میدم و این طرف یه دونه سیلندر که روی این سیلندرم یه دونه کابل پیچیدم،
و یه دونه وزن اینجا آویزون کردم. اجازه میدم وزن بیاد پایین. آیا کار داریم؟ بله، مرز سیستم رو تعیین تکلیف کنیم. من مخصوصا میخوام که شما حساسیتاتون تحریک بشه روی این موضوع که باید بگیم مرز سیستم کجاست. خب حالا علت اول فرض میکنم خود گاز سیستم باشه. آیا کاری مرز سیستم رو قطع میکنه؟ بله. وقتی وزن میاد پایین اون محور میچرخونه، محورم فنه میچرخونه و در اصل روی سیستم ما داره کار انجام میشه که از جنس کار روی محوره البته و وابسته است به تنش داخل این محورمون که داره روش عمل میکنه. حالا اگه همه رو بیام بگیرم سیستم، همه اینا رو هم رفته سیستمه، آیا کار میبینید؟ کاری مرز سیستم رو قطع نمیکنه، چون هیچی مرز سیستم رو قطع نمیکنه. پس چه اتفاقی داره میفته؟ داخل خود سیستم داره انرژی ها به هم تبدیل میشه. ما الان این وزن رو که بدیم بیاد پایین، انرژی پتانسیل سیستممون که همه رو گرفتیم سیستم دیگه، انرژی پتانسیل سیستممون داره کم میشه، ولی با کاری که داره رو گاز انجام میشه دمای گاز میره بالا. حالا ما بعدن اینا با انرژی داخلی مربوطش میکنیم و در از انرژی داخلی سیستممون میره بالا. پس تبدیل انواع انرژی در داخل سیستم داریم ولی کار نداریم. دوستانی خیلی مهمه ها، فرق کار و انرژی اینجا در ابتدای کاریم داریم لمسش میکنیم، حالا بعد انم بازم هم روش بر میگردیم، ولی اینجا با اون تعریفی که من کردم از کار، وقتی کل مجموعه رو بگیرم سیستم، هیچی مرز سیستم رو قطع نمیکنه، پس کار ندارم. اما تغییر تبدیل انواع انرژی در داخل سیستم دارم. بله، انرژی پتانسیلم اومده پایین، حالا انرژی داخلی رفته بالا، تبدیل انرژی شده. اما اگر سیستم رو بگیرم خود گاز که اون خط مشکیه بود، بله کار مرز سیستم رو داره قطع میکنه. قبول؟ حرارت انشاءالله جلسه آینده انجام.